بینندگان عزیز برنامه بیبی تی وی با سلام و درود فراوان، امیدوارم که لحظات خوبی رو در پیش رو داشته باشید. یعنی الان شروع شده؟ یعنی از الانه؟ من آخه موامو درست نکردم که هنوز علکی مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت. من 10 مارچ 2005 وارد آمریکا شدم و 2 هفته بعدش سنتا کروز کنسرت دادم با یه گروه به نام استلا مارا. دیگه از همون برنامه به بعد متوجه شدم که اگه بخوام حرفه‌ای کار بکنم بدون منیجر یه مقدار برام سخته و دو تا مسئله مشکل بزرگ این قضیه بود. اولا که ایرانی ها 1001 مثلا فکر ممکنه بکنن که یا تو خودتو گرفتی یا داری کلاس میذاری یا داری به اونا مثلا او به ما میگه مثلا من با منیجرم صحبت. این خودش یه مشکل بود. دوم که عمم بود، یعنی همین که اول مثلا کلمه عمه اصولا کلمه مورد داری، من عمم منیجرم هست. این یونیورسیتی اونو اگزیت خونه منه. ببین من محله پولدارنشین پالو آلتو آدرس پستیمه، ولی منطقی من یه جوری عدسه بکنم افتادم قسمت گدنشین. من هیپ هاپ گوش میکنم، رپ گوش میکنم، راک گوش میکنم، کلاسیک گوش میکنم، تردیشنال گوش میکنم، چون من اعتقاد دارم بیشتر سبک‌ها یک ربطی به هم داره. یعنی میشه اگر بخوایم اینا رو ربطشون بدیم یک فصل مشترک، یه نقطه مشترک میشه بینش پیدا که میدونی که الان من وقتی راجع موسیقی میرم باره منبر رو چین سیریس صحبت میکنم. حالا این موسیقی فلامیکو رو از همه بیشتر گوش میکنم. یه عشقی، یک دردی، یک حسی توی کار اینا هست که خیلی به روحیه خودم نزدیک دونستم. اینو بیشتر بداه نوازی هایی که انجام میدم سعی میکنم که نه ادای اینا رو درارم، برداشت خودم رو از حسی که میشه از این موسیقی برداشت کرد و من سعی میکنم با موسیقی ایرانی و شعر ایرانی میکسش بکنم. اونه منیجر اینجاست. تو دقیقا نیم دیر آمدی آمد امه جا کارگاه خوشگل. دکتر شهناز نیکبی، عمه حامد نیکبی، منیجر حامد نیکبی، شاگرد، ببخشید من خودم شاگرد شما، شاگرد دفع حامد نیکبی، صدا بردار آلبوم بعدیم. حسابی میبرم من ها. آره عزیز چقدر گوش میکنیم با حرف همه. بزرش بله این خونه میترکونه. 3000 مدل غذا درست میکنه که من اسماشو اصلا نمیدونم چیه. اینا رو ببینی هر کی آشپز باشه حساب کار دستش میاد. این اجاق گازشون اندازه قیمت خونه ما تو تهران قیمت داره. ایستو چمیدم خورده ای سال ایشون فقط کار منیجی کرده بود و اصلا ساز بهش، ولی خب این حس موسیقی و این داستان از قبل بوده توی خونه بوده ای ما. ککری یه قسمتی از نوت بود. 143 تا 147. برو. جت لگ داشتم، 108 صبح من بیدار شدم اینجا با اینجا استخ تمیز کنم. اینجوری اینتروداکشن امریکا این بوده. گفتم بابا من جت لگ دارم، تازه از ایران، من هنرمندم، حساس، زرین، از این خبر نیست. یادت رفت به این... نیست که صبح کف سر پاشم حامد پاشو. من اون اجاقو تمیز کردم، دیده انقدر سخت بود دیگه تو عمرم جرئت نکردم طرفش بره. راست بیشتر جوجه کباباشو خوردم، یه بار تمیز کردم در طول این این اتاقی که من 7-8 ماه اینجا زندگی کردم، راه میرفتم همش تو این اتاق و نمیدونستم که جریان من توی آمریکا میخواد چی بشه. یکی آهنگ دریامو که تو کنسرت سان فرانسیسکو خوندم که مال شعرش فریدون مشیریه، دریا رو توی این اتاق ساختم. من این تیکه میکروفونم وصل بود، حالم هم خیلی گرفته بود، یعنی دلم گرفته بود. همه آدمایی که اومدن آمریکا
دارن دیگه این داستان. متاسفانه موقع این تخت دو نفره نبود چون حس بهتری میداد. اولین شاگردام توی آمریکا رو روی اونجا میشستم درس میدادم و این ویو اینجا رو نگاه میکردیم با شاگردام. پدرم و مادر بزرگم هستن. خب خیلی کوچک بودم که پدرم رو از دست دادم. 11 ماه بود که به دنیا اومده بودم. پدرمو ندیدم هیچ وقت. میدونم اگه بود الان شاید خوشحال میشد. شاید هم جزمون ایرانیه میشد که دوستاش من یا دکتر یا وکیل یا مهندس بشم، نمیدونم. ولی به هر حال میگن صدای خوشم مثل ایرج بوده میخونه. الان براش تنگ میشه با اینکه ندیدمش. استودیو 500 اسکوئر فیتیه، شاید هم یه ذره کوچیک‌تر، اتاقم نداره و توی این استودیو من یه ریکوردینگ استودیو ساختم. این کوچه منو حس شمال به من میده. یه موقعی که صبح میام از خونه بیرون، البته صبحو که خالی بستم به خاطر اینکه اصلا مگه میشه من صبح خواب بیدار شم؟ ما از همونجا میام. اصلا ما این پارک کنم بیام. قطعه‌ای رو که میخوام الان که ترک بهش اضافه بکنم اسمش از چین زنجیر از ساخته‌های خودمه که تو آلبوم بعدیم خواهد بود حتما. ریتمش 5/8، شعرش از رومیه و تنظیم کارم با منه. این اتاق آیسولیشن رومه که بدنش از جنسی هستش که آکوستیکه، ولی یه سری فومایی هستش که اگه بخوام ریورب اتاقو زیاد بکنم یا کم بکنم با اینا انجام میدم. اینم میکروفونی که خیلی دوستش دارم. اتاق فرمانم اون بره که فرماندهش نشسته. 1 2 3 The damn software. Bezan something else. One more time. من نبودم، recording بود. Delete. نه. بزن من اینو. Okay. یه ذره میتونی گینو بیاری پایین. میکس بکنم، یه میکس خیلی سریع و کوتاه بکنم که بهش صدا رو بهتر شنید. آنه طبیب عاشقان دستی فارو کشور برم تا بخت و رخت و تخت خواب تا بخت و رخت و تخت خواب بر عرش و کرسی برکنه. دیگه میبینم دیگه. بای بای. بای بای. خب ببینیم چه به 42 خلاصه حرفای خوب زدن دیگه. خیلی کارت قه هم
خیلی خوب. این یکم که اینجوری این مای اسپیس هم ببینم چه خبره. این سنتی فانکه. این هم یه هنگی دیگه گلست. این هم این ویدیو جدید هست که گذاشتم و این هم رفیق رفقا و همه جمع هم. دلم برای مادرم هم تنگ شده، خیلی زیاد دلم براش تنگ شده که نزدیک 3 سال ندیدمش. کسی که به طور جدی از 7-8 سالگی به من یاد داده، منو تصحیح کرده، منو نقد کرده، ولی همیشه دوستش دارم، همیشه به یادشم، به یادش آواز میخونم. دلم آشفته، دلم آشفته، دلم آشفته، یان آیه ناز است مرغ پر سوخته در پنجه باز است دلم آشفته، دلم آشفته یا مایه ناز است. یکی از قسمت‌های خیلی مهم هنرمندا شستن لباساشونه. من یعنی اصلا دق میکنم تا بخوام برم اینا رو جمع و جور کنم و برو لاندری بکن و خوش کن و بیار. و یکی از فواید خوب آمریکا این بود که ما این کار رو خونه مامانمون تو ایران نمی کردیم. حالا اومدیم اینجا انجام بدیم. $1.25 من باید پول بندازم اینجا، این قسمتش قلبم درد میگیره. گفتین که چه غذایی میخوام بهم بدی؟ گفتم یه ماکارونی معذب پس. گفتین اون چه جور ماکارونیه؟ گفتم ماکارونی که پسر معذبی که ازدواج نکرده کار کردنم بلد نیست، میشه معذب پس. این سوسیه که از قبل من حاضر میکنم، به یه تلفن لازمه که به عمم زنگ بزنم و عمم حاضر میکنه، من میرم ازش میگیرم. شدت این که دیگه میخواد جلسه بده به سره این عذب این قضیه رو خوب میدونم اینه که آب داره. حالا قبل از یه خرابکاری بشه این هم قاطی میکنیم. ماکارونی نیست، این سایز و میز میز و پاستا است. خیلی خوش بود. امروز خوش گذشت با ببین تیوی. امیدوارم که بازم به خونه من بیاییم و روز خوبی بود. قربونه، خوش اومدی ببین تیوی. دلم آشفته، دلم آشفته، دلم آشفته، دلم آشفته، ای دلم آشفته، دلم آشفته، دلم آشفته، دلم آشفته، یا مایه ناز است هنوز.